فرق الماس‌های پرورده آزمایشگاه که طراح و جواهرساز آنابلا چن در تولیدات خود به کار می‌برد با الماس طبیعی این است که در آن از نقص‌ها و ناکاستی‌هایی که ویژگی الماس طبیعی است اثری نیست. تحولی که میلیون‌ها سال در قعر زمین برای شکل دادن به الماس طبیعی زمان می‌برد در آزمایشگاه فقط حدود 10 هفته طول می‌کشد. So the origin of the brand began around 10 years ago. خانم چن اینجا در فروشگاه مرکزی خود واقع در اسلون استریت لندن به رویترز میگوید جستجوی او برای دستمایه‌های جایگزین سنگ‌های طبیعی 10 سال پیش شروع شد بعد از پایان تحصیلات در رشته‌های جواهرشناسی و جواهرسازی و دیداری تکان دهنده از شرایط دلخراش کار در معادن سریلانکا. الماس‌های پرورده آزمایشگاه 60% از الماس‌های طبیعی ارزان‌تر هستند و دسترسی به الماس واقعی را برای شمار بیشتری خریدار ممکن می‌سازند. وقتی انسان بداند الماس و سنگ‌های قیمتی از چه درست شده‌اند، می‌تواند به نوعی آن روند را برعکس کند. تولید سنگ‌های پرورده آزمایشگاه تقلید شرایط طبیعی اعماق زمین است در محیط کنترل شده. اما آنچه خریدار جواهرات خانم چن نمی‌داند این است که روند تولید الماس‌های او به نوعی با روند گرمایش زمین هم مبارزه می‌کند. دو آزمایشگاهی که در آمریکا و انگلستان برای مؤسسه آنابلا چن بیوکسید کربن را به الماس تبدیل می‌کنند، گاز مورد نیاز خود را با فناوری جدید از هوا جدا می‌کنند. So effectively taking something negative and turning it into something positive. عملاً یک چیز منفی تبدیل می شود به یک چیز مثبت. به نظر من زیبایی آنچه در دنیای الماس‌های پرورده آزمایشگاه امکان پذیر است همین است. الماس پرورده آزمایشگاه پدیده نسبتاً جدیدی است. عرضه آن در بزرگترین زنجیره جواهرفروشی جهان پاندورا که 18 ماه پیش شروع شد به جذب خریدارهای بیشتری از طبقه متوسط انجامید. کارشناس بازار الماس در تل آویو ادان گولان میگوید الماس‌های پرورده آزمایشگاه با الماس طبیعی فرقی ندارند، اما جایگزین ارزان‌تری به شمار می‌روند و بنابراین برای مصرف کننده‌ای که مدام دنبال قیمت پایین‌تر است جذابیت دارند. آقای گولان برآورد کرده که بازار الماس آزمایشگاهی سالی 20% رشد می‌کند با سود جهانی سالانه 15 میلیارد دلار.